البته اونا بی انصافا به مسجد هم رحم نکردن، تمام مسجد رو با آتش کشیدن. از دیوارهای مسجد ما شروع کردیم رو پشت بون اونا رو زدن، تیراندازی کردن. بعد من اومدم، ما یه سری موشک، ما میگم امکاناتی که نداشتیم، هر چی داشتیم بعد امکان استفاده میکردیم، یه سری موشک بازوکا ما به خودمون برده بودیم. این موشک های بازوکا تو ارتش از رده خارج بوده، اصلا قبضه هاشو ندارن دیگه اصلا استفاده بکنن، فقط موشکاش توی انبارا یه مقدار زیاد بود، چون که سبکم بود با یه مقدار با خودمون برده بودیم، با یه مقدار مواد و این موشکا و اینا. ما دیدیم که کنار ساختمون استخبارات 6-7 تا خونه سازمانی ساختن، ولی هنوز سکنه توش نیم ساکن نیواده داخلش، یعنی کامل نشده. ما تنها چیزی که به ذهنمون رسید که بالا داشت ما رو میزد دیگه، وقتی میرد داخل این ساختمون سخت دیگه جلو گلوله میگرفت دیگه. از داخل این ساختمون ما هم تو دیوارا رو یکی یکی سولاخ کردیم، سولاخ کردیم، سولاخ کردیم، ازش عبور کردیم تا اومدیم رسیدیم به دیوار استخبارات. به دیوار استخبارات که رسیدیم ما از این ور اومدیم، بچه‌ها رو صدا کردیم، اومدن داخل همین سوراخ‌ها رو از صدا اومد تو پشت دیوار با مواد و با این همین موشک بازوکا، آره با انفجار، آره سوراخ می‌کردیم همتون، اینقدر هم انفجار و سر و صدا توش که اصلا کسی تشخیص نمیداد که حالا ما داریم توی ساختمون مثلا انفجار انجام، اینقدر تیراندازی و به صدا چیز زیاد بود، خونپاره و اینا می‌زدن که اصلا اون برم یه سر اونا رو گرم کرده بودن که شما، آره از اون بعد داشتن می‌زدن بهشون، بله از اون مسجد و از اون بعد داشتن می‌زدن. ما این بعدش می‌کار می‌کرد، ما یه تعداد بچه‌ها رو صدای زمان ساختمون ما پشت دیوار استخبار، دیوار استخباراتی که ما زدیم سوراخ کردیم، رفتیم داخل دیدیم توی پستوی خیلی تاریک و فلان و اینا سر در آوردیم، یه نگاه کردیم دیدیم یه پرده است، پشت پرده چراغ روشنه، اومدیم پرده رو زدیم. حالا اینجا کجا بود؟ اینجا اتاق فرمانده استخبارات بود، نشسته بودن دور میز، انقدر خیالشون راحت بود که کسی نمیتونه به داخل این ساختمون نفوذ بکنه، خیلی با آرامش و با خونسردی نشسته بودن، همه فرماندهان ارشد اونجا نشستن دور میز، جلسه گذاشتن بر خودشون که ما خلاصه وارث اسلحه گیری به سمت اسلحه هم دم دستشون نبود، خلاصه همشون رو اسیر کردیم. حالا یه فیلمی هم داشتیم، من موفق نشدم فیلمو بیارم، ولی وقت فیلمو براتون میفرستم ببینید، البته کیفیت نداره فیلمو، ولی خب خیلی چیزا رو ذهن آدم رو به اصطلاح آماده میکنه. خدمت شما عرض کنم که دیگه اینا رو ما همون تو اتاق اسیر کردیم، که فرماندهانش که اسیر کردیم، بعد از در همون اتاقشون من تو محوطه ساختمان‌های استخبارات، همه اتاق اتاق به اصطلاح تو اتاق نیروها همه خوابیده بودن، یعنی خیالشون راحت بود، تو همه تیراندازی و اینها میدونستن که هیچ کس براش امکان نداره بتونه داخل اینجا بیاد، یعنی اصلا امکان نداره کسی داخل، مثلا در خود محوطه خود استخبارات نزدیک به 5 متر ارتفاع بود درش، خیلی بزرگ به اصطلاح، یعنی دیوارام جوری نبود کسی بتونه ازش بالا بره، و هم همه بتونی همه دیوارا بتونی.